الهه عزیز در 28 سال گذشته که از اعضای کادر علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا CSU در شهر فولرتون و لانگ بیچ بودند و در این دانشگاه ها در رشته مطالعات زنان تدریس کردند و در حال حاضر مدیر فناوری دانشجویی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در شهر فولرتون و عضو تیم اجرایی آموزشی مبارزه و رفع تبعیض جنسیتی این دانشگاه هستند. اگر مایل هستین که بیشتر در مورد الهه بدونین به لینک گفتمان اگر مراجعه کنین اونجا هم میتونین مطالب بیشتری راجع به الهه عزیز پیدا کنین. در این حال اگر به لینک گفتمان مراجعه کنین برنامه های بعدی رو هم میتونین ببینین. هفته آینده هم برنامه خواهیم داشت که بعدا در اون مورد باتون صحبت میکنم. از اونجایی که الهه عزیز با ما یک ساعت و نیم خواهند بود ازشون دعوت میکنم که میکروفون رو بگیرن بحث خوبشون رو که در رابطه با سند 2030 یونسکو و جمهوری اسلامی هست بر ما بحثشون رو شروع کنن. بعد از اون فرصت خواهیم داشت که اگر سوال باشه با الهه گفتگوی داشته باشیم و بحث رو ادامه بدیم. الهه جان بفرمایید میکروفون برای شما. خب با سلام خدمت دوستان عزیز و سپاس از اینکه وقت گذاشتین و اومدین در این اتاق تا به این بحث گوش بدید. به هر حال من برای اینکه این بحث رو شروع کنم چون امروز در بویژه وبسایت های فارسی مطالب زیادی راجع به این اهداف برحال یونسکو در زمینه آموزش تا بی سی هستش ولی هیچ کدوم نه پیش زمینه این مطرح رو این مسئله رو مطرح نه توضیح کافی دارن. برحال من میخواستم یک زمینه از این مسئله خدمت دوستان ارائه بدم که بدونن که تاریخ این مسئله چیه و چرا الان این مطرح شده و بعد راجع به اینکه چرا جمهوری اسلامی با این مسئله مخالفت میکنه و چنین مخالفت شدیدی، مخالفتی که با هیچ کدوم از اسناد دیگه سازمان ملل که حتی امضا هم جمهوری اسلامی کرده اینقدر جریان سیاسی نیفتاده. برحال اونچه که امروزه به اسم سند یا البته سندم واژه ترجمه خوبی نیست چون این انگلیسیش هست اجندا یعنی برنامه عمل ولی در مطبوعات فارسی به اسم سند ترجمه شده، یک پیش زمینه‌ای داره که از اهداف توسعه هزاره سازمان ملل شروع میشه. اهداف توسعه هزاره از سال 2000 تدوین شد که تا سال 2015 کشورهای عضو سازمان ملل به این اهداف نائل بشن. همه دوستان میدونن که سازمان ملل در واقع بیشتر یک رهنمودهای جهانی یا به قول آمریکایی‌ها best practice رو در اختیار کشورها قرار میده ولی هیچ گونه پاسخگویی حتی در زمینه نقض حقوق انسانی و غیره و یا اسناد و کنوانسیون‌های دیگه‌ای که کشورها امضا می‌کنن پاسخگویی وجود نداره. صرفاً میتونه حتی در مورد مسئله نقض حقوق کودک، زنان، حقوق بشر و غیره و یا جنایات علیه بشریت سازمان ملل میتونه یک در واقع باعث شرمندگی اون کشور در عرصه بین المللی بشه با ریویوها و یا بازبینی که از کارکرد اون کشور میکنن. ولی به هر حال اهداف توسعه هزاره که من هم به ویژه در بخش زنان در جریانش بودم، در واقع جزء اون گروهی بودم که تبادل نظر میشد، در سال 2000 تدوین شد و از این قرار هستش این اهداف، از این قرار بود از این اهداف، از بین بردن فقر شدید و گرسنگی، دست یافتن به آموزش ابتدایی همگانی، گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کم کردن مرگان، بهبود سلامت مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماری ها، تضمین پایداری محیط زیست،
گسترش مشارکت جهانی برای توسعه. این اهداف بود و در اجلاس عمومی سازمان ملل و در کمیسیون‌های مختلف به اصطلاح سازمان ملل که من در کمیسیون زنانش بیشتر درگیر بودم، در سال 2015 بر کارنامه کشورهای مختلف برای اینکه به چه میزان به این اهداف نائل شدن مورد بررسی قرار گرفت و در اون زمان میخوام خدمت دوستان بگم که ایران تنها جنبه‌ای که یه مقدار پیشرفت کرده بود و کارنامه مثبتی داشت در زمینه شکاف آموزش ابتدایی همگانی بود، ولی در زمینه های دیگه برحال کارنامه درخشانی نداشت. حتی مثلا خیلی جالب شاید باشه برای دوستان که فرض کنید یک هدفی مثل کم کردن مرگ کودکان، وقتی که ما بررسی می‌کردیم دیدیم در آمریکا که من در جریان اون کانورسیشن و اون گفتگوها در این زمینه در مورد آمریکا هم بودم، در زمینه کم کردن مرگ کودکان در آمریکا ما شاهد بودیم که اضافه شده و بعد یک گروه کاری تشکیل شد که چرا در خلال این 5 سال فرض کنید مرگ کودکان در آمریکا آمارش بالا رفته و خب اون دلایل دیگه ای داشت و اینکه چجوری اصولا مرگ کودکان ثبت میشه و به هر حال میخوام بگم که اینها گروه های کاری ساعت ها هفته ها ماه ها به صورت داوطلبانه خیلی هاشون از جمله من و خیلی ها به صورت شغلشون روی این مسائل وقت میذارن. بعد از اهداف توسعه هزاره که در واقع جامعه جهانی همونطور که همه ما انتظار داریم و در واقع برای ما سورپرایز نبود و حتی برای بسیاری از دستاندرکاران هم سورپرایز نبود، جامعه جهانی به این اهداف زیاد اونطوری که باید نائل نشده بود و بر همین گروه از سال در واقع 2012، یعنی 3 سال قبل از این که به 2015 برسیم، گروه های کاری به وجود اومد که شاخص های توسعه پایدار رو برای دوره بعدی، یعنی برای 2015 تا 2030 تدوین کنن، که این تدوین این شاخص ها و در واقع شروع این پروژه از سال 2012 بود در اجلاس ریو و بعد سند، یعنی همین اجندا، برنامه عمل یا میثاقنامه 23 به وجود اومد در مورد Sustainable Development Goal، یعنی اهداف توسعه پایدار، تحت عنوان این که تایتلش و تیترش اینه دگرگون ساختن جهان ما، دستور کار برای توسعه پایدار تا سال 2030. در سپتامبر 2015، 25 تا 27 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل که اجلاس 69مینش بود، این اهداف به در واقع تایید 129 کشور رسید و هر کدوم از این کشورها از 2015 مشغول در واقع در سطح ملی خودشون گروه های کاری، نهادهایی رو به وجود آوردن که تدارک این برنامه ها رو از نظر استراتژی و راهکارهایی که باید پیدا کنن برای اینکه به این اهداف برسن مشغول شدن. حالا اهداف 2030 چیه؟ بسیارش همون اهداف در واقع اهداف هزاره هستش، از جمله بدون فقر، یعنی فقر از جهان ریشه‌کن بشه، حالا معیارهای فقر سازمان ملل هم قابل بحثه، بدون گرسنگی، سلامت ایدئال یا مطلوب، کیفیت آموزش. من میخوام به این مسئله تاکید کنم چون در واقع از تمام این 17 هدفی که برای در واقع توسعه پایدار تا سال 2030 تدوین شده، جمهوری اسلامی روی این مسئله الان دست گذاشته و تمام بحث هایی که شما در مطبوعات ایران میبینید روی حول این محور هست. چهارمین مورد کیفیت آموزش، آموزش با کیفیت برای همه،
که میسر باشه، یعنی همه بهش دسترسی داشته باشن، مساوی باشه، یعنی گروه های مختلف اجتماعی به طور یکسان از این آموزش با کیفیت بهره‌مند بشن و فرصت های یادگیری برای همه باشه. هدف شماره 5 برابری جنسیتی هست. هدف شماره 6 آب آشامیدنی سالم و بهداشت. هفتمین انرژی ارزان و تجدید پذیر، رینیوبل انرژی، انرژی ارزان و تجدید پذیر، کار و اقتصاد خوب، زیر ساخت خوب و نوآوری در زمینه اینفراستراکچر جامعه، کاهش نابرابری ها، این شامل همه نابرابری ها و تبعیضات شهرها و جوامع پایار. امروز بحث شهرها یه بحثیه که به هر حال خیلی در سطح بین المللی مطرحه، و جوامع پایا، اقیانوس های پایا، منابع دریایی برای توسعه، چون میدونیم کشورهای غربی و به ویژه آمریکا به طور بسیار میتونم واژه بی‌مسئولیت ولی حتی وحشیانه از این منابع استفاده میکنن و در واقع اونها رو برای نسل‌های بعدی نمیذارن. استفاده پایا از زمین، مدیریت جنگل‌ها، صلح و عدالت، همکاری‌ها در توسعه پایدار. و اینها در واقع، و البته من دوتاشو جا انداختم، 12 و 13، استفاده امن از منابع، تضمین مصرف پایدار و الگوهای مصرف سازنده و محیط زیست و آب و هوا. این 17 مورد، این 17 هدف در واقع برای کشورها مطرح شده که روی این 17 هدف اصلی، که خود این 17 هدف اصلی 169 هدف فرعی هست. یعنی فرض کنید وقتی که ما برابری جنسیتی رو فرض کنید بگیریم، در این مورد به طور دقیق تر اهداف جزئی تری زیر این گروه برابری جنسیتی است، یا در زمینه آموزش اهداف مختلفی زیر این در واقع لیست شده. و خب ایران هم از سال 2015 که البته من دنبال نمی کردم، با این مخالفت یه مقدار رفتم و جستجو کردم که ایران چه کار کرده. ایران هم یک در واقع سند ملی آموزش BC جمهوری اسلامی رو در مورد هدف چهارم که همون مسئله آموزش تنظیم کرده با مدیریت و برنامه‌ریزی یونسکو. و جالب شاید باشه برای دوستان که 30 گروه کاری که هر کدوم از این گروه کاری تعداد زیادی افراد در اون شرکت کردن، 30 گروه کاری در 10 دسامبر 2016 در واقع رونمایی شده و این سند ملی آموزش BC در واقع در 10 دسامبر که روز جهانی حقوق بشر 2016 رونمایی شد. خب این تا اینجا هیچ بحث و خبر و مشکلی نبود و این سندم با حضور وزیران علوم و آموزش و پرورش، سایر صاحبان قدرت در ایران رونمایی شد و حتی 300 صفحه داره. یک سند بسیار از بزرگی هستش و هدفش هم اونطوری که در اون قید شده به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر برابر و فراگیر این سند تنظیم شده. هیئت وزیران در ایران در سپتامبر 2016 تصویب نامه منتشر کردن و یک گروه کاری گروه ملی آموزش BC رو صادر کردن که اون سندش هم روی وبسایت ها هستش. و بعدم دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت سند ملی آموزش از سوی دولت برای تبدیل شدن به قانون به مجلس ارائه می شود. خب تا اینجا مسائل آرام پیش می رفت، در واقع انتخابات که در ایران انجام شد. ما می بینیم که یک مدت به فاصله چند روز بعد از انتخابات در واقع مسکه و در برحال این مسابقات انتخاباتی هم که در ایران بود، در بعضی از گفتشونت ها این یکم مسئله مطرح شد، ولی به ویژه بعد از انتخابات در واقع
آیت الله خامنه ای بسیار بسیار در مطبوع نقل قول ها، مصاحبه ها که این شورا نباید اجازه میداد این سند تا این حد پیش بره، شورای فرهنگی چرا اصلا این مسئله رو با سکوت برگزار کرده، چرا پنهان کردیم، و کار شورای فرهنگی گسترش نفوذ فرهنگ اسلامی در جامعه است و جلوگیری از ورود افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غرب زدگی. و این سند با مبانی ارزشی و عقیدتی جمهوری اسلامی ناسازگاری دارد. خب این در واقع این مسئله الان بسیار بالا گرفته که در واقع بالا گرفت و خاموش شد، چون آقای روحانی هم در واقع در شورای فرهنگی با حضور ایشون گفتن که ما دیگه به این سند کاری نداریم. البته به نظر من منظورشون در بخش فرهنگی بود و این دفعه این مسئله بسته شد. و الان اون چه که در ایران مطرح هستش، یک سندی با مبانی ارزشی و عقیدتی که در واقع مورد تایید بر حال آقای آیت الله خامنه ای هستش، که در زمان احمدی نژاد تنظیم شده، تحت عنوان خیلی جالب اسامی این اسناد و اسامی این برحال گزارشات خیلی جالبه و خیلی وقتها درست ضد محتوای اون هستش. سندی که 6 سال پیش در زمان آقای احمدی نژاد، ریاست جمهوری احمدی نژاد در ایران تنظیم شدش هستش، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. حالا فکر کنید که این سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چه مواردی رو در بر داره و واقعا چگونه میخواد و چگونه جرأت میکنن که حساسا این ادعا رو بکنن که ما میخوایم آموزش و پرورش رو به طور بنیادین متحول کنیم. در اون سند در صفحات اولش به روشنی اومده کد میکنم تمرکز این سند بر آموزش اسلامی و هدف کد تربیت انسانی موحد، مؤمن و معتقد به معاد است. در تمام این سند، سند که 6 سال پیش تنظیم شده، ما نه واژه برابری جنسیتی می‌بینیم، نه واژه در واقع اینکه امکانات کمرنگ و ناچیز و محدودی رو که در ایران در زمینه آموزش هست به طور رایگان در خدمت شهروندان ایران قرار بدیم، حالا چه از به هر حال استانهایی که در حاشیه هستن، کردستان، بلوچستان، خوزستان و غیره، که بسیار بسیار با همین امکانات ناچیز حتی برای اونها کم رنگ تره و این تبعیضات قومی و حتی نژادی در ایران اونها رو بیشتر مورد اصابت قرار میده، یا اینکه در مورد زنان که ایران کشوری هستش که در واقع بیشترین شکاف رو، ایران کشوری هست که بیشترین شکاف رو بین میزان تحصیل کرده های زن و مشارکت اقتصادی و حضور اونها در بازار کار داره. یعنی آمارهای دولتی که بسیار هم در واقع همسویی و نزدیک نیستن، ولی همه اشاره میکنن که 60% از آموزش عالی ایران رو زنان تشکیل میدن، در صورتی که مشارکت اقتصادی زنان در ایران در به ویژه آمارهای رسمی چیزی حدود 11-12% بیشتر نیست. یعنی یه چیزی قریب 50% در واقع زاویه هست بین حضور زنان در بازار اقتصادی و بازار کار و مسئله زنان تحصیل کرده. و بحث زنان امروز الان در این جلسه پلتاک مطرح نیست، ولی میخوام اشاره کنم که امروز در ایران، چون من رو این
کار وقت زیاد گذاشتم از حدود 10-15 سال پیش و خیلی مطالعه کردم و تو کنفرانس ها اینجا پرزنت کردم، ارائه دادم. الان در یک جمله بگم، تحصیلات زنان و سرمایه گذاری که خانواده ها می کنن برای تحصیلات دخترانشون در واقع مبادله میشه با یک ازدواج بهتر. در واقع از این سرمایه گذاری که خانواده ها برای تحصیلات دخترانشون می کنن جامعه بهره‌مند نمیشه، چون خیلی از اینها در واقع مبادله میشه. خیلی مواردی هستش که دخترهایی که با دکترا دارن با کسانی ازدواج میکنن که فقط پول دارن و از در واقع حتی تحصیلات دانشگاهی هم ندارن. این یک روندی هستش که مسئله یکی دو مورد کناری نیستش، این یک روندی هستش که مسئله تحصیلات زنان امروزه در واقع اینطوری بهش پاسخ داده میشه. میخوام اشاره کنم که در واقع 19 ماه مه اگه دوستان خاطرشون باشه انتخابات ایران بود و بنی قاسمی در 17 ماه مه دو روز قبل از اون اشاره میکنه که موضوع اصولی و تغییر ناپذیر ایران اجرا نکردن قسمت‌های از سند BC است که با قوانین و باورهای دینی و اولویت‌های ملی و ارزش‌های اخلاقی جامعه ایران در تناقضه. و بعد 7 جون 2017 یعنی همین اخیراً همین ماه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت سند BC غیر قانونی است و مجلس آن را تصویب نکرده. ولی خب این سند چه نکاتی داره که اینقدر در واقع جمهوری اسلامی براشفته شده؟ چون اگر من در کنفرانس 4 سازمان ملل در مورد زنان که در پکن بود حضور داشتم و اون کنفرانس یکی از به هر حال بهترین اسناد رو در زمینه برابری جنسیتی ارائه داد، 131 صفحه. خب ایران هم در واقع امضا کرد با در پرانتز قرار دادن برخی از زبانی که در این سند به کار برده شده. این رو باید توضیح بدم، در جامعه بین الملل و به هر حال اسناد و پیمان نامه ها و کنوانهای سازمان ملل این بوده، وجود داشته و هنوز هم وجود داره که چنانچه یک کنوانسیونی، یک سندی، یک پیمان نامه ای رو هستش که دولت ها باید امضای خودشون رو زیر اون بذارن که همه ما میدونیم که این امضاها اساساً در واقع پاسخگویی نداره و در خیلی از موارد چه کشورهای پیشرفته مثلا آمریکا، کانادا و برخی از کشورهای اروپایی، چه کشورهای در حال توسعه در واقع به مفاد اون اجرا نمی کنن، بیشتر یک جنبه رهنمودی داره. ولی اگر کشوری با زبانی که در اون سند به کار برده شده مخالفت داشته باشه یا فکر کنه که نمیخواد اون رو عمل بکنه، اون بخش رو در پرانتز قرار میدن. و این رو در واقع الان یه موومنتی هست، یک جنبش اجتماعی هستش از طرف بسیاری که درگیر فعالیت های سازمان ملل هستن که در واقع کشورها باید این سندها رو بدون پرانتز امضا کنن، چون در واقع این دستشون رو باز میذاره که هر کاری که میخوان در سطح ملی بکنن. ولی دولت ایران هم در این گفت و شنود هایی که انجام شدش بین دولت و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اشاره میکنه که ما در بخش هایی از اون رو در پرانتز قرار دادیم، ولی کلن بحث بر سر این بود که کل این سند باید کنار گذاشته بشه و پرونده این مسئله بسته بشه. حالا سند چه نکاتی داره؟ یکی این که من کد میکنم، فراهم کردن امکانات مساوی با کیفیت بالا مادام العمر، تحصیل مادام العمر فراگیر برای تمام ساکنان کشور فارغ از جنسیت، قوم، قبیله و سن. خب این مسئله ما میدونیم در ایران
با چالش های زیادی هم در زمینه فارغ از جنسیتش، هم در زمینه قومش وجود داره، در زمینه سن هم که اساساً ما یک موج عظیمی از سالمندان ایران نداریم، به دلایل مختلف، به دلایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که خواهان تحصیل باشن. یکی دیگه از موارد اینه که برابرسازی فرصت‌های آموزشی برای دختران و پسران. خب باز می‌دونیم که این مسئله در واقع تمام کوشش‌های مهندسی جنسیتی رو که در خلال این سال‌ها جمهوری اسلامی خواسته بکنه تا زنان رو از حیطه اجتماعی، از فضاهای عمومی به کناری بزنه، تمام سیاست هایی که برای امتیازات برای بازنشستگی زنان شاغل، تمام امتیازاتی که در واقع امروز قائلن و حتی یک هیراشی هست که اول مردهای متأهل باید برای کارهای دولتی استخدام بشن، بعد مردهای مجرد و بعد زنان متأهل و بعد زنان مجرد. یعنی ما با یک در واقع دیسکریمینیشن و تبعیض خیلی جدی در این زمینه مواجه هستیم. فرصت‌های آموزشی برای دختران بسیار محدودتره، هم ریشه در قوانین و فرهنگ جامعه داره، در سنت‌ها داره، و هم ریشه در قوانینی داره که در زمان جمهوری اسلامی در واقع تدوین شده با نیت در حاشیه قرار دادن زنان و دختران. یکی دیگه هم مواردی که در این سند اومده آموزش شهروندیه، یعنی این که در واقع سیویلیتی یا شهروندی یا سیویل سوسایتی یا سیویلیان، در واقع اینا اینه که شهروند کیه، چه حقوقی داره و چه حقوقی باید بهره‌مند بشه، و آموزش راجع به این مسئله که حقوق شهروندی چیه، خب این سند در بخش آموزشش اومده. یکی دیگه از موارد توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی در آموزش عالی و مهندسی و همکاری‌های بین‌المللی برای آموزش معلمان، به ویژه در زمینه آموزش به کودکان ناتوان و عقب افتاده و معلول. یعنی در واقع در این سند یکی از اون اهدافی که زیر این هدف آموزش تعیین شده اینه که بهترین روش‌هایی رو که در کشورهای مختلف در واقع به بوته آزمایش گذاشته شده و نتایج مثبتی داره داده در زمینه آموزش به کودکان ناتوان و عقب افتاده، کشورها بتونن اون روش ها رو در کشور خودشون پیاده کنن. در واقع این سند جنبه ای نداره که برای از دید جامعه جهانی، از دید برحال اون میانگین فرهنگی که امروزه در قرن 20 و 21 در جامعه جهانی و بسیاری از کشورها وجود داشته باشه بتونه زنگ خطری باشه، ولی خب میدونیم با توجه به شرایطی که در ایران هستش همین موارد انسانی خیلی برحال makes که در واقع به عقل هر انسانی می نشینه و برای گسترش آموزش هست مخالفت میشه با این را. حالا مواردی که انتقاد هستش چی بوده؟ اینه که اولا یکی دوتا از گروه های زنانی که حالا به هر حال در انعکاس صدای آقای خامنه ای خیلی مشتاق و کوشا هستن، بیانیه های مختلفی دادن. من در یکی از این بیانیه ها میخوندم که انتقاد کرده بودن از این گروه زنان، خیلی حالا نمیدونم واژه حزب اللهی درسته یا نه، کد میکنم از این انتقادشون، که از دستاوردهای این برنامه عدم تفکیک جنسیتی در محیط آموزشی، تغییر کتاب‌های
در نقش مادری و همسری و مشابه نشان دادن زن و مرد در تمام عرصه هاست. این در واقع اون کور و قلب انتقاد این گروهی که خودشون هم یک گروهی از زنان طرفدار به هر حال خط امام و آقای آیت الله خامنه ای هستن، این انتقادشون بوده. یکی دیگه از انتقاداتی که توسط این نهادها شده، غیر اسلامی شدن آموزش در ایران، ترس از ورود تفکرات سکولار و آموزش‌های غربی در برابر آموزش‌های اسلامی به تفسیر جمهوری اسلامی، سومیش ارتباط با غرب و نهادهای آموزش بین المللی، و در واقع اینو اینطوری تعبیر کردن چون در این سند اومده که فضاهایی به وجود بیاد که معلمان کشور بتونن در کنفرانس‌های بین المللی شرکت کنن، از پروژه هایی که در سایر کشورها به ویژه در کشورهای توسعه انجام شده، در حال توسعه انجام شده بهره بگیرن، اونها رو استفاده کنن، و این رو تعبیر کردن در مطبوعات ایران به عنوان نظارت خارجی و انتقال این تکنولوژی هایی که در واقع امپریالیسم برای کشور ما در واقع در نظر گرفته شده. در واقع خیلی جالب هستش که ما میبینیم که تمام این مخالفت ها در واقع پیرامون حفظ اون پروژه های مهندسی جنسیتی هستش که در ایران هستش. هم اگر دوستان خاطرشون باشه چند سال پیش بود که زنان در 77 رشته در 31 دانشگاه محروم شدن از تحصیل در اون رشته ها. اهداف سهمیه بندی جنسیتی، یعنی دولت به طور پیگیر در ایران خواسته که سهمیه بندی جنسیتی بکنه تا از ورود زنان به آموزش عالی رو مهار کنه، کنترل کنه، حذف برخی از رشته های آموزشی برای زنان و بومی گزینی. نمیدونم دوستان با واژه بومی گزینی در این سیاست های جنسیتی جمهوری اسلامی آشنا هستن یا نه. بومی گزینی در واقع در برگیرنده این هستش که اگر دختری در دانشگاه شیراز قبول میشه ولی اهل تبریزه، الزاماً اون باید در بوم و سرزمین و استان خودش دانشگاه بره. چرا؟ چون این در واقع زمینه های شاید یک استقلال فکری اقتصادی رو برای اون زن و که میتونه باعث توانمندی اون بشه. برحال این رشته هایی هم که دانشجویان دختر در اون محدود شدن، در بسیاری از مطبوعات ایران میشه اینا رشته های سنگینی هن، با روح و جسم زن موافقت ندارن. این ادعای بسیار بسیار خلاف واقعیته، چون در این رشته هایی که برای زنان در واقع در سال 1391 ممنوع شد، ما میبینیم حسابداری، علوم تربیتی، راهنمایی، شیمی و غیره هستش که اساساً هیچ کدوم از اینها در واقع در دنیای امروز و حتی در دنیای قدیم هم برای زنها بار سنگینی نداره، ولی اینها رو اشاره نمی کنن. فقط میگن ما در رشته مهندسی نفت گفتیم زنان شرکت نکنن چون باید برن سر چاه‌های نفت و براشون مناسب نیست. از حسابداری و علوم تربیتی و شیمی صحبتی نمی کنن. گفتنی در این موارد زیاده. من فقط میخوام بگم که در پایان صحبتم میخوام اشاره کنم که چقدر ما آموزش ما الان با بحران مواجه هستش و این بحران در واقع مثل یک سونامی، مثل یک موج عظیمی اومده و در واقع جوانان ما، در واقع این نسل شده، این نسلی که در تنگوتای سیاست‌های ضد مردمی جمهوری اسلامی گم شدن، چگونه به چه شرایط سختی هستن. الان حدود من همین هفته مقاله‌ای رو برای این نشریه هواداران حقوق بشر در ایران در مورد این طرح کارورزی
یعنی طرح که یک جوری مشکل این فارغ التحصیلان بیکار رو در ایران در واقع برخورد کنن من نوشتم و این آمارها خیلی در ذهنم حضور داره. بر اساس آمارهای سازمان ملل در سال 2016 در زمینه بیکاری جوانان که الان یک مشکل بسیار عمده هست، ما در این مسابقات انتخاباتی و گفت و شنود هایی که پیرامون انجام شد دیدیم این مسئله بیکاری جوانان خیلی برآمد کرد. میخوام خدمت دوستان بگم که در بر اساس آمارهای سازمان ملل، آمارهای جدید، آخرین آمارهای سازمان ملل، در سطح دنیا بیکاری جوانان بیشترین مقدار رو در آفریقای جنوبی داره با 50.9%، بعد یونان با 46.6%، بعد فلسطین با 41.6%، اسپانیا با 39.3%، ایتالیا با 34%، سربستان با 31.2% و بعد ایران با 30.4%. بدترین شرایط رو دارن از نظر اشتغال ها و در بین کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی یا اون گروه کشورهایی که اصطلاحاً میگن منا، Middle East North African Countries، ایران بعد از فلسطین بالاترین تعداد جوانان بیکار رو داره. این بسیار دردناکه از این نظر که فلسطین اشغالی رو که با بیشترین مقدار سیاست‌های تحمیلی از طرف جامعه جهانی و از طرف اسرائیل مواجه میشه و ایران رو در کنار هم قرار میده. ایران که بزرگترین اقتصاد رو بعد از عربستان سعودی در خاورمیانه داره و این در واقع بسیار بسیار نشون میده که در واقع سرمایه های ملی ما کجا سرمایه گذاری میشه و چگونه نیازهای اقتصادی مردم ما، جوانهای ما مورد توجه واقع نمیشه. تولید ناخالص ملی ایران در سال 2016 412.2 میلیارد دلار بوده، میلیارد با 9 صفر در مقابل اون، و ولی این ثروت برای مدیریت بیکاری جوانهای ما سرمایه گذاری نمیشه. دولت تنها سالی 300 هزار شغل میتونه تولید کنه که در واقع با حدود 2.5 میلیون جوانان بیکار فاصله زیادی داره و به هر حال مراکز اقتصادی بین المللی برآورد کردن که ایران باید یک رشد اقتصادی 10% داشته باشه تا بحران بیکاری جوانها و ببیشه جوانهای تحصیل کرده رو در ایران چیز کنه. ما 50 هزار دکترای بیکار در ایران داریم و خب اینها آمارهایی هستش که فقط آمار نیست، در پشت هر کدوم از این آمارها یک جوانی هستش که آرزوها و آمالش تحقق پیدا نمیکنه، یک جوانی هستش که از حداقل امکانات اقتصادی که حقوق انسانی اونه محدود هستش. 1.1 میلیون جوانی هستن که تحصیلات دانشگاهی دارن و بیکار هستن در ایران و این خب البته بحث تحصیلات دانشگاهی در ایران و مشکل آموزش در ایران ریشه درازی داره با دانشگاه‌های آزاد که گسترش پیدا کرد و هدف اون بخشن منافع اقتصادی بود برای صاحبان قدرت و مشغول کردن جوان‌ها. به هر حال ما شکاف‌ها و چالش‌های عظیمی در زمینه به هر حال بهره برداری از پتانسیلی که در ایران وجود داره برای جوان‌ها هستیم و این مخالفت با این برنامه عمل BC و حتی طرح کارورزی که امروزه در ایران مطرحه، اینها همه در واقع برای حفظ پایه‌های
نظامی هستش که در از آغاز شروع کرد محتوای کتاب‌ها رو عوض کنه، از آغاز شروع کرد تبعیضات جنسیتی رو که در زمان شاه هم خوب نبود وضع برابری جنسیتی در ایران، ولی همون لایه‌های بسیار کمرنگ و ناچیز رو از بین برد. هدفش در واقع در حاشیه قرار دادن اقلیت‌های قومی، جنسی، جنسیتی، نژادی، مذهبی و غیره هستش و حفظ در واقع قدرت خودشون، که به نظر من علارغم تمام این تلاش‌ها هیچ گونه نظامی که بر پایه رفع نیازهای جامعه در قدرت بوده نتونسته برای همیشه قدرت خودش رو حفظ کنه. متشکرم از وقتی که در اختیار من دادین تا کمی به این مسئله بپردازم. مطمئن هستم دوستان که در این جلسه حضور دارن بسیار از این مطالب رو میدونن، ولی من هم فکر کردم که این جنبه ها رو با دوستان مطرح کنم. متشکرم. میکروفون رو رها میکنم. بسیار خوب، خیلی ممنون الهه عزیز، متشکرم از لطفت، خسته نباشید. اگر دوستان مایل هستن که کامنتی دارن یا صحبتی دارن حتما میتونن نوبت بگیرن و وارد گفتگو بشن. در اینجا من الهه جان از سیاوش عزیز میخوام یه قطعه پخش کنن، شما یه استراحتی کنین. اما دوستی به اسم کامران مهر مسئله نوشتن در تکس که حکومت ایران تنها کشوری است که به دلیل فعال بودن رایزنیش مشروعیت امضا یا رد کردن پیمانها یا پذیرش پیمانها را ندارد، مگر رایزن ایران آن را مورد تایید قرار بدن. که اگر دوست دارن میتونن کمی در این مورد توضیح بدن و توجه الهه هم به این جلب میکنم که اگر در این مورد توضیح بدن. من دقیقا نمیدونم این مفهومش چی هست.
سوش عزیز بسیار موسیقی ارزنده بود، متشکر و مناسب. دوستان همگی خسته نباشید، یکا یک درود به شما، خیلی خوش آمدید، بحث بسیار خوبی هست. الهی جان شما هم خسته نباشید. دوستان آرمان کردی و کامران رو در نوبت میبینم، فکر میکنم 3-4 دقیقه دوستان، با توجه به اینکه ایشون وقت زیادی ندارن و میبایستی برن، ولی بعد از الهه عزیز تا وقتی که با ما هستن حتما خوشحال میشیم که بشنویم نظراتشون رو و بعد از اون میتونیم شاید یکی دو ساعتی بس رو در همین زمینه اگر مایل باشین ادامه بدیم. آرمان جان بفرمایید. سلام میکنم خدمت همه عزیزان، صدای من رو اگه دارید مرسی. خسته نباشید میگم به ادمینای عزیز، خسته نباشید به سخنران محترم. من راستش با 3-4 دقیقه فکر نمی کنم بتونم جمع کنم، فقط پس سوال می کنم، به صورت سوال مطرح می کنم. خانم الهه عزم می خوام امانی، خانم الهه امانی، ببینین حسن روحانی وقتی که این سند رو امضا کردن، در واقع یه تفسیری اون بالاش اضافه کرده بودن که اگر تا اونجایی که این موارد با مسئله ملی شرعی و دینی ما در واقع تصادم نداشته باشه ما این سند رو میپذیریم. با توجه به اینکه مسئله زنان در واقع بیشتر به لحاظ دینی حتی این نابرابری جنسی که یکی از معضلات جامعه ماست بیشتر مسئله دینی است و مسئله شرعیه، شما صرفا از این زاویه به این مسئله که چرا جمهوری اسلامی با این مخالفه پرداختید، در حالی که میتونست با این از اگر از زاویه جنسی باش مخالفت میکنم میتونست طبق اون تفسیری که در ابتدا اضافه کردن خیلی از این مسائل رو که با قرآن و شرع ما میتونست پاسخ خوش باشن کلنگرخون بذارن. فکر نمیکنین فراتر از این باید به این قضیه نگاه کنیم؟ بیشتر مسائل آموزشی و شعارهای جمهوری اسلامی که در تصادم با این در واقع سند قرار میگیرن رو باید در نظر گرفت. مسئله همون حقوق شهروندی که خودتون فرمودین، مسئله آموزش رایگان، با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی بخش زیادی از خودی ها مدارس غیر انتفاعی دارن و ازش پول در میارن، با توجه به آموزش های که مطرحه و با شعارهای اینها در واقع در آموزش مخالفت داره، در واقع تناقض داره، مسئله ترویج خشونت، مسئله اینا، با اینا بررسی کنیم. من فکر میکنم 4 دقیقه تموم شد. حالا اگر بعدن وقت شد خودم میام در این مورد صحبت میکنم. ممنون، من میام پایین. بسیار خوب آرمان جان، مرسی که شما خودتون وقتم میگیرین، ولی ما میتونستیم به اوکی الهی جان بفرمایید. دوستای ما 3 نفر دیگه یا 3 نفر دیگه در نوبت هستن، شما اینو صحبت کنید الهی جان تا بعد نوبت بقیه دوستان برسه. خیلی متشکرم از دوستمون. این من دارم روی آیفون صحبت میکنم، فکر کنم اسمشون آرمان بود. من کاملا با صحبت شما موافق هستم و اگه پیام دیگه شما گرفتین من شاید منظورم خوب بیان نکردم. ببینید، در خلال لاقل از سال 1985 که من در جریان مسائل سازمان ملل در مورد زنان به ویژه بودم، میدونم اسناد و مدارک و چیزهای مختلفی سازمان ملل تهیه کرده که دولت ایران هم اصلا نه اجرا کرده و همون در واقع تحفیز، فکر کنم لغتیه که واژه‌ای که استفاده میکنن، یعنی در واقع تبصره اضافه کردن یا در اصطلاح سازمان ملل تو پرانتز گذاشتن که ما اینا رو قبول نداریم و اجرا نمیکنیم. این همیشه بوده، هیچ وقتم بحث سیاسی نشده. من نکته‌ای که هستش اینه که علت اینکه این مسئله سیاسی شده و حالا شما گفتیم فراتر از قضیه برابری جنسیتی، من هم معتقدم فراتر از
قضیه برابری جنسیتیه و به نظر من یک مجموعه ای هستش که هم در اون ما میتونیم ببینیم که در واقع این مناسبات قدرت هستش بین بخش‌های مختلف صاحبان قدرت در ایران، یعنی بین یک سری تنش‌ها بین آیت الله، بین آقای خامنه ای و آقای روحانی و در واقع گروه‌هایی که در از اونها حمایت میکنن. من این تنش رو میبینم و به همین علت یه مخشین سیاسی شده. من منافع اقتصادی فکر کنم اشاره کردم، منافع اقتصادی سرمایه گذاران کلانی رو میبینم که در دانشگاه های آزاد سرمایه گذاری کردن و همینطور ما تولید میکنیم فارغ التحصیلانی که در واقع تحصیل کرده نیستن، مدرک تحصیلی دارن ولی تحصیل کرده نیستن. من در این مسئله آموزش اجتماعی به نظر من یکی از کلیدی ترین چیزهایی که در واقع جمهوری اسلامی با این سند مخالفت کرده، آموزش های اجتماعی، آموزش راجب صلح، آموزش راجب حقوق شهروندی، آموزش راجب اینکه ما بخشی از جامعه جهانی هستیم و باید تعامل داشته باشیم با جامعه جهانی. اینها در واقع البته مسئله جنسیتی هست، برابری جنسیتی زن و مرد، فرصت‌های شغلی برای زنان و اینها همه هستش و ما می‌دونیم که محتوای کتاب‌های آموزشی، اگه دوستان خاطرتون باشه بعد انقلاب تمام کتاب‌های آموزش K-12 یعنی از کینگاردن یا از دوران پیش دبستانی تا کلاس 12 تغییر کرد و در واقع نقش‌های جنسیتی در اون تغییر کرد. تاریخ دوباره بازنوشته شد در این کتاب ها اونطوری که جمهوری اسلامی میخواست. حتی اشاره به کسانی مثل دشمن، غیر مسلمان، کفار، قدرت های بزرگ، غیر خودی و غیر خودی و غیره، اینها همه در جای جای کتاب های درسی نهفته شده و در واقع محتوای اون در واقع صدور انقلاب از نظر آموزشی هستش که جمهوری اسلامی داره. یعنی این از نظر روح این سند، از نظر معنی اونجا که به آزادی بیان، آزادی وجدان، مسئله حقوق شهروندی و غیره اشاره میکنه، اینا همه در واقع به چالش کشیده میشه با این سند و این رو آقای خامنه ای میبینه و برای همین در واقع من چیزی که یعنی اگر فقط مسئله تبعیض جنسیتی بود همیشه جمهوری اسلامی همه اینا رو ممکنه امضا کنه و با تحفیزات و تبصره ها اجرا نکنه، اصلا موضوعی هم اصلا خیلی از تو مطبوعات ما نمیاد خیلی از این چیزا. ایران و آمریکا دو کشوری هستن که کنوانسیون رفع هر گونه تبعیضی علیه زنان رو امضا نکردن. 4 کشور در سطح جهان این کنوانسیون رو امضا نکردن. آمریکا امضا کرده و پیاده نکرده، ایران امضا نکرده و پیادم طبیعتاً نکرده. علاوه بر این دو کشور بزرگ، دو کشوری هستن که تازه به استقلال رسیدن و شما همیشه من اشاره میکنم با هواپیما از روی دریای پاسیفیک رد بشین انقدر این کشورها و جزایر کوچیکی هستن اصلا قابل دیدن نیستن. خب چرا در مورد سیدا که این کنوانسیون رفع هر گونه تبعیضیه ماهی همچین جار و جنجالی شاهدش نیستیم؟ اینه که من با صحبت‌های شما کاملا موافق هستم ولی فاکتوری هم که توی این مسئله میبینم و سیاسی شدن اون رو در واقع تنشی هم میبینم، بخشن تأکید میکنم، بخشن در مورد تنش‌هایی هستش که در بین صاحبان قدرت در ایران وجود داره. متشکرم. خب خیلی ممنونم دوستان عزیز که در نوبت هستین. 3-4 دقیقه چون الهه تا نیم ساعت دیگه با ما هستن برای پاسخ دادن، ولی بعد از اون وقت میتونیم وقت بیشتری برای بحث بذاریم. مسئله بسیار جدی، عمومی، حالا نه تنها در رابطه با مسئله زنان هست، در رابطه با همه مردم هست. بفرمایید کردی عزیز، میکروفون برای شما. اوکی، دمت گرم و که خسته نباشه.
من خواستم یه دو اشاره بکنم. به نظر من تبعیضات هر از اول توی قانون زبان و مسائل مدارس بوده، مثلا زبانهای در ایران، زبان کردی، مثلا ترکی، اینا زبانن، یعنی بلوچی، اینا تبعیض علیش قائلن، مثلا زبان مادری است. ما خیلی سخت به ما میگذشت در بچگی در مدارس و زور مجبور بودیم ما، چون اولا ما سنمامون بالا است، اولی مدارس که آمد توی قبلا ما کردی میخوندیم، چون در عراق هم بعد توجه با صدام حسین آمد سرکار هر کردی بود، ولی توی مناطق مثل ایران هر مجبور بود زبان فارسی شد. یعنی این زبان به نظر من خودش این یه نوع تبعیضه، چون همچنین تبعیض زنان هم همینطور، یعنی تبعیض ملی و زن به نظر من همترازن با هم. تو کودک نتونه زبان مادریش راحت یاد بگیره، چجور میتونه در محیط خودش، در جغرافیای خودش که کرد زبان هم اصلا کار بکنه، چجور میتونه زبانهای دیگر یاد بگیره؟ در حالی که مثلا در همسایه ما کرده، مثلا عراق، خیلی راحت زبانهای دیگر یاد میگیرن، به دلیل اینکه عربیشون خوبتره، به دلیل اینکه کردیشون در مدارس تدریس میشن. و در این رابطه به نظر من خیلی اسم قوم میذارن، من خیلی تعجب میکنم، مثلا 40 میلیون انسان های قوم است، و در این رابطه یا مثلا بلوچا قوم است یا ترکا قوم هست در ایران، اگر این طور باشه خب فارسا هم قوم هست. یعنی این به نظر من یه نوع تبعیض شوینیزمی هم هست، متاسفانه تاثیر گذاشته حتی روی کردام. حالا خیلی از اعضاب کردی هست، مثلا زبانشون فارسی است، من نمیدونم، نمیفهمم، مثلا که اپوزیسیون باشی و مثلا زبانت هم فارسی باشه، ده چجور میشه؟ یعنی این خودش کمک کرده به شوونیزم و دیکتاتوری در ایران. در این رابطه بود به نظر من باید در این رابطه هم گوش زد کرده، این قوانینی که در ایران از سر اینا خیلی درس که انسانی و مثلا مثل چیزایی بوده در لحاظ انسانی حفظ کردن، و زیادتر مسائل دینی و انقلابی و خودکشی و شهید بودن و حسین و حسن دیگر، اینا خیلی برجسته کردن، خیلی نوع ایدولوژی که شوینیزمی است، یعنی این نوع فاشیست است. فاشیست همینطور تربیت میکنه، دیگر هیچی را قبول نداره، دوست داره همه را دخالت کنه در تمام دنیا و انقلاب صادر کنه که کرده. مثلا مثل امروز همه جنگا کشور، حتما کشور ما در فقر و بدبختی و قبرخواب و زندگی سوسیال بدبختی زندگی میکنه، ولی همه امکانات ایران با اون وسایل زیرزمینیش خرج کشورهای مثل یمن و نمیدونم سوریه و جنگای در ترور و در جهان میکنه. خیلی ممنون، بفرمایید. خیلی ممنونم کردی عزیز. دوستان همگی خیلی خوش آمدید، با الهه عزیز هستیم، ایشون تا یه 20 دقیقه دیگه با ما هستن. کامران مهر بفرمایید، میکروفون برای شما 3-4 دقیقه که بتونیم این بحث رو ادامه بدیم. درود بر شما، امیدوارم صدای من باشه، اگه صدا هست یک دو بزنید لطفا. درود بر همه کسانی که صدای من رو میشنوند. عرض کنم خدمتتون که سیاست بازار نقششون رو چنان مانند هنرپیشه‌های سینما بازی میکنن تا مردم رو گیج کنن، در تخیلات خودشون سرگرم کنن، رو نبینن. تا قبل از 1648 جهان، حکومت‌های جهان امت محور بودن، یعنی پاپ در اروپا و خلیفه در آسان، هر آنچه رو که میخواستن هوس میکردن به عنوان قانون تحمیل میکردن و دنیا در همیشه در جنگ بود. برای پایان دادن به این موضوع در شهر، در ایالتی در آلمان گذشته، وستفالیا، پیمانی بسته شد که از اون به بعد حکومت ها دگرگون شدن، چارچوب تازهی پیدا کردن و عرض کنم دولت ملت ها به وجود اومدن که امروز الگوی همه جهان هستش، گرچه شکلش تغییر پیدا کرده.
دولت ملت ها و کشورها زمانی به وجود اومدن که این الگو شکل 1648 میتونید پیمان وستفالیا رو برید مطالعه کنید. منشورهای سازمان ملل، اصلا خود پیدایش جامعه ملل و بعد سازمان ملل هم بر پایه همین پیمان بود. ولی در ایران که در ایران و فرانسه این الگو به طور رسمی اجرا میشه. تنها دو کشور هستن که این الگوی رایزنی رو دارن. رایزن به معنای مستشار هم هستش. عرب‌ها بهش میگن مستشار، ما ایرانی ها میگیم رایزن. و کلن سیاست های کشور رو، هدایت کشور رو رایزن بر عهده داره، بر پایه همین منشورها. و حکومت فقط اقتصاد رو در دست داره. بنابر این آنچه که شما به عنوان حرفای خامنه‌ای و نمیدونم روحانی میزنید درست نیستش. تمام اون چرا که باعث شده ایران و آمریکا رو در روی هم بایستن بر سر همین مسئله رایزنی توی ایران هستش، که رایزن ایران عرض کنم بر پایه پیمان جام که بعد اینها برجامش رو درست کردن، حکومت ایران رو به رسمیت نمیشناسه. و رایزن ایران اگر اون سند رو، سند 20C رو دستینه نکنه، امضا نکنه، تایید نکنه، اون سند اعتباری نخواهد داشت، باید بپذیره. اما اینکه چرا رایزن ایران نپذیرفته دلایل دیگه ای داره غیر از این زن ستیزی حکومت هستش. دلیلش در نگرش عرض کنم مهر آینی و شهر آینی آریایی هستش و تفاوت اون با نگرش سامی سیونیستی هستش که اون پول محور هستش و این انسان محور. اصلا تمام درگیری ها بر سر همین دوستش که آیا جهان باید اقتصادش انسان محور باشه یا پول محور باشه. حکومت شاه برای چی سرنگون شد؟ به خاطر این بود که در برابر سیونیستا ایستاد و نپذیرفت. پیمان جام رو بهش تحمیل کردن، حکومت رو تغییر دادن. ولی در این فاصله یه اتفاقی افتاد، اونم این بود که رایزنی ایران تنها کشوری است، ایران و فرانسه، ولی مال ایران تنها کشوری هستش که در برابر این نگرش سامی سیونیستی موضع داره و نمیپذیره که تمام بشریت بر پایه کار ارزش گذاری بشن. و عرض کنم خدمتتون که بشریت رو به سوی پرتگاهی ببرن که امروز همه دارن نمونه‌هاش رو می‌بینن. ببخشید کامران عزیز، موضوع خیلی جدیه، ما اینجا تایم رو واقعا رعایت می‌کنیم، انتظار داریم دوستایی که میان و خوشحالیم که میان نگاه کنن به تکست، وقت محدود نیست. به خصوص الهی عزیز یک برنامه خیلی مهمی که در زندگیشون مهم بوده دیرتر میرن به خاطر اینکه ببونن اینجا با ما باشن. به هر حال الهی جان اگر مایلی کامنتی به صحبتهای ایشون و کردی دارین، من میکروفون رو در اختیار شما میذارم، بفرمایید الهی جان. خب مرسی از دوستان. این برنامه هم که پرواز عزیز گفتن من برنامه شخصی نیستش. یکی از نزدیکان ما یک زن جوانی با 3 بچه به علت سرطان فوت کرده و امروز برنامه های دفن و مراسم یاد بوده ایشونه و من فقط به خاطر اینکه به پرواز عزیز قول داده بودم دارم دیر میرم. الهی جان مایک از دست شما افتاد، 2 مرتبه میکروفون رو سعی کنین بگیرین. ولی خواستم بگم که علت این که با پوزش فراوان از خدمت دوستان من زود مرخص میشم، با اینکه وقت تا ساعت 2 برای پرواز جان گذاشته بودم، اینه که یکی از دوستان نزدیک ما یک زن جوانی با 3 بچه به علت سرطان فوت کرده و امروز مراسم به خاک سپاری و یاد بوده ایشونه و منم دارم دیر میرم به خاطر اینکه گفتم به هر حال قولی رو که دارم دادم باید
براش باشم. پوزش میخوام از اینکه ساعت 12:30 باید برم. از صحبتهای دوست کردمون، من با آیفون صحبت میکنم خیلی ریزه، حتی با عینکم درست نمیتونم بخونم اسما رو. پوزش میخوام اسمتون یادم نیست، ولی من کاملا با صحبتهای شما موافق هستم. من معتقد هستم در ایران ملیتهای گوناگون وجود داره و اینها حقوق برابر دارن، چه فارسها، چه کردها، چه ترکها و ملیت های دیگه. و این واژه قوم و ملیت رو جا به جا استفاده می کنم، حمله بر این نیستش که من فکر کنم مردم عزیز و در حال کرد ما مثلا کمتر از فارس ها هستن، در حال توی باورها و ارزش هایی که به اون پایبند هستم این مسئله وجود نداره. و معتقد هستم نکته که شما گفتین بسیار بسیار درسته، مسئله زبان در مدارس و اینکه حتی ما میبینیم در بسیاری کشورهای پیشرفته، اگر فرض کنید در خود همین لس آنجلس که من زندگی میکنم، در منطقه‌ای که فرض کنید ارمنی‌ها یا روس‌ها یا ایرانی‌ها زیاد هستن، میتونن اگر بخوان با جمع‌آوری امضا به عنوان زبان دوم اون زبان رو در مدارس تدریس کنن. ولی خب میدونیم که تبعیضات فقط در حیطه زبان نیست و تبعیضات جنبه های بسیار بسیار گسترده‌ای در ایران داره. اینی که من با صحبت های شما موافق هستم، متشکرم از یادآوریتون. در ارتباط با صحبت های آقای کامران، من نوشتم بعضی برحال فکر کنم ایشون وقت بیشتری احتیاج داشتن که مطالب خودشون رو مطرح کنن. اون چه که برحال در باش موافقم و ایشون اشاره کردن، اینکه مسئله اقتصاد محور، پول محوری، مهرائینی و شهرائینی، اینا خب منم میدونم و منم اشاره کردم، بازم تاکید میکنم که مخالفت کنونی جمهوری اسلامی با بخش آموزش و سند یونسکو، بخشی که مربوط به آموزش از این اهداف توسعه پایدار، فقط به خاطر مخالفت با برابری جنسیتی نیست. در پاسخ به دوست عزیزیم که اول صحبت کردن این مسئله رو اشاره کردم، جنبه های مختلف داره، ولی در واقع با اساس و فلسفه و نگرش و برحال اون قلب اون چیزی رو که آموزش اسلامی در ایران هستش، این سند در واقع زاویه داره و مخالفت میکنه و از این نظر دولت ایران باش مخالفه. متشکرم، یاد میگیرم از دوستانی که صحبت میکنن. بسیار خوب الهی جان، خیلی ممنونم. بفرمایید امیر پرویز پویان. و دوستان اگر مایل هستین میتونین نوبت بگیرین برای بحث، آرمان عزیز و دیگر دوستان. برای الهی با ما تا 10 دقیقه دیگه هستن، به هر حال امیدوارم که برسین اونجا در کنار دوستان هم باشین. بفرمایید پویان عزیز. با درود و مهر، امیدوارم که صدا داشته باشین. دوست عزیز، الهی عزیز، نکته کلیدی که من دوست دارم بهش پرداخته بشه این هستش که اصولا زمانی که ارگان ها و تشکل های بین المللی، چه از در زاویه حقوق بین الملل یا در زاویه یونسکو یا ارگان هایی که فعالیت های بین المللی دارن، چگونه هستش که به علت ها نمی پردازن، این که تمامی معضلاتی که امروزه دامنگیر این گیتی شده، دامنگیر این جهان شده و در صورت خیلی وسیعی همه جا رو گرفته، فقط فکر نمی کنید که فقط با دادن یک اعلامیه یا یک نشریه یا یک پیشنهاد طرح برنامه یونسکو میشه به این معضلات پرداخت یا به سال اینا رو رفعش کرد؟ من فکر نمی کنم هیچ کدوم از این اسناد هیچ راه به هیچ جایی نمی برن. به این دلیل که شما خودتون در اول بحثتون به درستی مطرح کردید که اینها هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارن، در نهایتش یونسکو یا یونایتد نیشن میاد یه اعلامیه میده، فقط حالت اونا رو خجالت زده میکنه. که فکر نمی کنم این دردی از دوایی به درد جامعه جهانی باشه. در رابطه با جمهوری اسلامی هم میشه گفت
زمانی که جمهوری اسلامی به اصطلاح حقوق بشر رو قبول نداره و میگه ما حقوق اسلامی داریم، پس در نتیجه تمامی بحث‌ها دیگه زیر سوال نیست، یعنی دیگه خیلی مشخصه زمانی که اینا حقوق بشر رو قبول نمی کنن و میگن ما حقوق اسلامی داریم و این بهتره و متکامل تر از حقوق بشر شما هست، در نتیجه هر گونه اسناد مدارکی هم که از هر گونه تشکل جهانی بیرون بیاد مغایرت خواهد داشت با قوانین و شرع اسلام، در نتیجه اینا قبول نخواهند کرد. این فهم میکنم این یک تناقض بسیار روشنی هستش اینجا. به هر حال من فکر میکنم که اگر به ریشه ها پرداخت بشه و اینکه اصولا عامل اصلی تمامی این فقر و بیچارگی و بدبختی و عقب افتادگی و غیر و غیر و که به درستی شما مطرح کردین کجا هست، چی هست، بهتر از این هستش که بیایم بگیم که آقا اوکی ما 17 تا چیز میدیم که شما بیاد اینا رو پیاده کنید، وقتی ضمانت اجرایی پوشش نباشه فکر نمی‌کنم به درد هیچ کس بخوره. امیدوارم که نکته منو گرفته باشید. خیلی ممنون، مرسی. بسیار خوب، خیلی ممنونم پویان عزیز. بفرمایید الهی جان، میکروفون برای شما اگر دوستان مایلن که بعد از الهه در این بحث شرکت کنن میتونن نوبت بگیرن، ما میتونیم یه ساعت دیگه هم باشیم، اگر نه که با رفتن الهه عزیز ما بحث رو به پایان میرسونیم. بفرما الهه جان. خب مرسی، متشکرم آقای پویان. من با شما مخالفتی ندارم، یعنی اینکه به عنوان کسی که من از اشاره کردم از سال 1985 در واقع تو بحثای و تو جلسات هم شرکت میکنم هر سال تو کمیسیون زنان اینها، من به خوبی میدونم که مشکل هیچ گونه از مشکلاتی که جزء این اهداف 17 گانه هست در جهان به طور کامل با این برنامه عمل بی سی یا هر برنامه عمل دیگه‌ای حل نمیشه. برای همینم هم هستش که علی‌رغم همه این در سطح بین المللی پیمان‌نامه ها و قطعنامه ها و غیره، مثلا هر سال کمیسیون زنان سازمان ملل که خب منم هر سال شرکت میکنم و هر سال صحبت دارم و غیره، هر سال یه قطعنامه‌ام علیه در مورد مثلا زنان فلسطینی و غیره در دفاع از حقوقشون، در نقض آزادی هاشون، در نقض حقوق بشر داده میشه، ولی خب ما میبینیم شرایطم در مثلا وست بانک بدترم میشه. خب این یه واقعیتیه، منم اینو میدونم و این معضلات با این مسائل به طور کامل حل نمیشه، ولی نگاهی که من دارم که نمیگم هم حتما درست‌ترین نگاهه، چیزیه که من میبینم و چیزیه که قابل بحثه، دوستان ممکنه نظرات دیگه داشته باشن. من فکر میکنم ایجاد تغییر در سطوح مختلف انجام میشه و من یک نگاه سیاه و سفید ندارم. شاید وقتی که خیلی سالهای پیش که جوانتر بودم یه همچین نگاهی داشتم که یا این مسئله و یا چیز دیگه، هر چیزی که غیر از اینه کنار بذاریم، یا روش تغییر این هست و هیچ روش تغییر دیگه ای رو حتی اگه کمرنگ تر باشه من نمیپذیرم. من الان این نگاه هم یه مقدار تعدیل شده، فکر میکنم مبارزه در سطوح تغییر، نه مبارزه، تغییر در سطوح مختلف انجام میشه. اون چه که قلب تغییره، اون چه که تغییر رو امکان پذیر میکنه، نیروی میلیونی مردم ایران هستن، نه گفته های منه، نه اسناد سازمان ملل و نه گفته های هزاران و شاید میلیون نفر افراد دیگه ای که من خودم رو میگم مثل یک کارهایی که میکنیم مثل یک قطرم نیستش، از قطرم کوچکتره در دریایی که نیازه که کوشش های اون متشکل بشه برای تغییر در جامعه ایران. از این نظر نفکر میکنم این کارهایی که میکنیم، سازمان ملل، پیمان نامه ها، افرادی که کار میکنن، همین جلسه پلتاک، اینها هیچ کدوم
نیروی نیستش که اون تغییر رو به وجود بیاره، ولی من در حد فرهنگ سازی میبینم اینها رو. یعنی وقتی که الان در ایران بحث میشه و نیروهایی که به این فرض کنید این حالا بحث این بی سی هستش به این سند انتقاد دارن، میان این بحث رو باز میکنن و این بحث رو میکنن و اطلاع رسانی میکنن، این در حد بسیار بسیار ناچیز فرهنگ سازیه. یعنی مردم رو در واقع بالا بردن ارتقای سطح دانش مردمه، این نه تحول بنیادین در ایران به وجود میارین یا نه، در حد فرهنگ سازی، در حد اینه که مردم critical thinking دارن. اون چی که تغییر رو ایجاد میکنه نیروی میلیونی زحمتکشان، مردمی که حقوق و آزادی هاشون پایمال شده، زنان ایران که به حاشیه رانده شدن، ملیت ها، قوم ها، افرادی که تبعیضات چند لایه‌ای رو در ایران تجربه میکنن، اونه که تغییر ایجاد میکنه. این بحثایی که ما میکنیم من در حد خیلی ناچیز، در حد فرهنگ سازی میدونم، و لایه‌های این که در واقع جامعه جهانی هم یک عرصه خودش هستش، بحثایی میشه، این کارنامه کشورها بررسی میشه، اونهایی که کارنامه‌شون بده مورد در واقع سرزنش بین المللی قرار می گیرن. و فقط به من کسی که تو این حیطه یه بخشایی رو یه کارهای خیلی کوچیکی می کنه می خوام بگم که این اسناد و چه سند حقوق بشر، چه بی سی، چه هر سند و پیمان نامه جهانی، این در واقع در بهترین حالت یک وسیله می ده، یک اهرمی در دست سازمان های غیر دولتی، در دست انجیو ها، در دست روشنفکران، پژوهشگران، که در واقع جوابگویی بخوان از دولت. یعنی بگن که فرض کنید شما در شورای حقوق بشر سازمان ملل وقتی که شما سند رو امضا کردین، یا در آمریکا، در هر کشور دیگه وقتی که بحث میشه مثلا میگن شما این سند رو امضا کردین، متعهد شدین این کارها رو بکنید و چرا نکردین، یه اهرمی میده در دست نیروها که بتونن دولت رو برای پاسخگویی بخوان. و هرچه زمینه وسیع‌تری از شهروندان، از مردم، از کسانی که در حاشیه قرار دارن با این ابزارها آشنا بشن، یکم توان اون بخش رو قوی تر میکنه. در ایران هم الان با مالیات های بسیار زیادی که امروز مردم ایران بهشون تحمیل شده، کشوری که بزرگترین اقتصاد بعد عربستان سعودی داره، الان با مالیات های زیادی که تحمیل شده به مردم، در واقع مردم دولت رو جوابگو میدونن برای حفظ، برای آموزش، برای بهداشت، برای محیط زیست و موارد دیگه. و این به نظر من یه روند نسبتاً جدیدیه، یعنی شهروندان پاسخگو بدونن دولت رو، که در ایران امیدوارم این روند رشد پیدا کنه. و بله دیگه، به طور خلاصه همین. دوستان من واقعا پوزش میخوام، چون از صحبت تک تک شما من یاد میگیرم و سپاسگزارم، و از پرواز عزیز میخوام که بعدن منو با هم صحبت کنیم و منو در جریان صحبت‌های شما بذاره، چون من همیشه خودم رو شاگرد این دوستان میدونم و دوست دارم یاد بگیرم. خیلی متشکرم و با پوزش برای اینکه زود میرم. خداحافظ. خیلی ممنون الهی جان، خسته نباشید. امیدوارم که بتونین به اون برنامه برسین و به هر حال تسلیت میگم بهتون. حتما با شما در تماس خواهم بود و حتما در اولین فرصت باز بحثی با شما خواهیم گذاشت. روزتون خوش باشه. شخصی به اسم کامران مهر اینجا خیلی حرفای عجیب غریب زد که چون نیستن من چیزی نمیگم. در این حال من میخواستم خدمتون بگم ما برنامه های بعدی که داریم هفته آینده با دوستمون احمد پوری بحثی هست در رابطه با روز پناهندگی، اصولا پناهجویان، بحثی ایشون خواهند داشت. مقاله احمد پوری نوشته که میتونین اونو از لینک گفتمان نگاه کنین. و بعد از اونم بحثی روز اول ماه ژوئیه ببخشید با احمد پوری برنامه خواهیم داشت، و بعد از اونم روز هشتم ماه ژوئیه با عبدی
برنامه خواهیم داشت.